حواشی و حقایقی باور نکردنی از زندگی خصوصی صابر عبر، از ماجرای ازدواجش تا ماجرای دانشگاه رفتنش و همینطور ورود جالب و جنجالیش به بازیگری. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. خب صابر عبر متولد 18 خرداد ماه سال 1363 در شهر تهران هست. ایشون بازیگر، گالریدار، مجسمه ساز، مجری و کلی فعالیت هنری دیگر رو توی کارنامه‌اش داره. فارغ التحصیل لیسانس رشته مدیریت از دانشگاه آزاد فیروزکوه هست. اون بعد از پایان تحصیلاتش فوق لیسانس سینماش رو هم از دانشگاه آزاد تونست به دست بیاره. اون تجربه اجرای برنامه توی شبکه‌های مختلف تلویزیون رو داره و کارش رو با برنامه کودک رنگین کمان به عنوان مجری شروع. اون غیر از بازیگری و فعالیت‌های هنری یه بیزینس دیگه هم داره که کار طراحی داخلی و معماری ساختمان‌های مختلف رو انجام میده. اون فعالیت هنریش رو از سن 16 سالگی شروع کرد. خودش تعریف میکنه که توی دوره راهنمایی توی مدرسهشون یه اجرای تئاتر داشتن که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خواهر خانم مرضیه برومند که رابط درس ریاضی اونا بود بعد از دیدن این اجرای تئاتر گفت که تو خیلی استعداد داری، باید تو رو به خواهرم معرفی کنم. اینطوری شد که وصل شدیم به دنیای حرفه‌ای و رفتیم پیش خانم مرضیه برومند و حتی توی اون سال برای سریال داستان‌های نوروز که سال 79 پخش می شد انتخاب شدم و موفق شدم که جلوی دوربین برم. اون بعد از این قضیه یه مقدار جدیتر شدش توی بازیگری و بعد از اولین تجربه با مشاوره و گپ زدن با مصطفی احمدی و مرضیه برومند به مؤسسه کارنامه وصل شد و جز ورودی های دوم سوم دوره های مؤسسه کارنامه بود. اون موقع مؤسسه کارنامه یکی از اساتید اصلیش پرویز پرستویی بود و صابر عبر هم فعالیتش رو زیر نظر پرویز پرستویی شروع کرد. توی اون مقطع حبیب رضایی و مهتاب نصیرپور هم دوره صابر عبر بودند که حسابی دوره پربار و پرخروجی بود و اکثر کسایی که توی اون دوره شرکت کردن موفق شدن بازیگرای توانمندی بشن. صابر عبر در سال 1380 وقتی که 17 ساله بود اجرای برنامه رنگین کمان که مخصوص کودکان و نوجوانان بود رو انتخاب کرد و وارد قاب تلویزیون شد. توی اون سالها برنامه رنگین کمان دو تا پارت داشت، یه پارت کودکان که مخصوص سنین زیر 10-12 سال بود و اجراش رو خاله نرگیس یا همون آزاده آل ایوب بر عهده داشت و بعد از اون هم یه برنامه بود به اسم برنامه رنگی کمون نوجوانان که برنامه رو اجراش رو صابر عبر، مهدی سلوکی و چند تا مجری دیگه به صورت گردشی انجام میدادن. اون بعد از تجربه موفقش توی برنامه رنگی کمون اجرای مسابقه تلفنی 100 ثانیه رو هم بر عهده گرفت که از شبکه سوم پخش می شد. در سال 1184 صابر عبر وقتی که 21 ساله بود با فیلم سینمایی شاعر زباله ها به کارگردانی محمد احمدی در یک نقش فرعی کنار لیلا حاتمی و محمد اسکندری بازی کرد. اون بعد از اون در سال 86 با فیلم دایره زنگی شناخته تر شد و نقش اصلی این فیلم رو بر عهده داشت و کاندید و برنده جوایز مختلف هم برای این فیلم شد. فیلم دایره زنگی رو پریسا بختاور همسر اصغر فرهادی کارگردانی کرده بود و اصغر فرهادی هم به عنوان نویسنده و مشاور کارگردان در کنار پروژه بود و همین باعث شدش که اصغر فرهادی در سال 87 یعنی یک سال بعد از دایره زنگی صابر عبر رو برای نقش علیرضا در فیلم درباره علی انتخاب بکنه که این دو فیلم شهرت زیادی به صابر عبر داد. صابر عبر یکی از افتخاراتش رو مردمی بودن خودش میدونه و میگه من آدمی هستم که سوار مترو و بی‌آر‌تی تاکسی میشم، از پیاده روی در شهر گشتم و خرید لذت میبرم و اینها بخش اصلی زندگی منه. لزومی نمیبینم چون بازیگرم خودم رو قایم بکنم. من در بین مردمم و از جنس اونام و هیچ فرقی با مردم عادی ندارم. صابر عبر در سال 1394 به همراه پانتاها پناهی ها دکلمه آلبوم در شعله با تو رقصان رو با آهنگسازی مهیار علیزاده
انجام داد که اکثر شعرهای این آلبوم اشعار مولانا و هوشنگ ابتهاج بود. شاید خیلیاتون صابر ابر رو به عنوان یه بازیگر یا یه مجری یا نهایتاً یه کارگردان بشناسید، ولی خودش معتقده که یه آدم همه فن حریف هست و توی تمام رشته‌های هنری فعالیت کرده. در مورد خودش میگه من کتاب منتشر میکنم، گالری داری میکنم، در حوزه تجسمی فعالیت دارم، پرفورمنس اجرا میکنم، کارگردانی تئاتر انجام میدم، بازیگری انجام میدم، کار نقاشی، سفال، طراحی داخلی و ده ها چیز دیگه که جز علایقم هست رو هم انجام میدم. یکی از اقدامات جنجالی که صابر ابر توی سالهای اخیر داشته حملش به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بودش. اون توی یکی از پست‌هاش خطاب به آقای ترامپ نوشت: آقای ترامپ، تو چقدر بیچیزی، چقدر حقیر و افسرده ای، تو از نشنیدن جواب سلامم غمگینی. کاش 1000 جای تو رو داشتم، مهمونی میدادم برای صلح در جهان. در کودکی به تو چه گذشته که این همه خشم رو با خود از امروز به فردا حمل میکنی؟ اما صابر ابر بعد از اتفاقاتی که توی صدا سیما افتاد و عادل فردوسی پور از برنامه 90 کناره گیری کرد، به حمایت از عادل فردوسی پور پرداخت. اون توی یه پست جنجالی نوشت: من خیلی عادل فردوسی پور رو نمیشناسم و کلن دو بار با هم تلفنی حرف زدیم. عادل فردوسی پور برنامه ای ساخت که شهر و روستا و جاهای خیلی دوردست توی این کشور مخاطب داره و همه از دل و جون براش مایه میذارن و بیننده برنامه هاش هستن. بعد یه نفر پیدا میشه که دلش نمیخواد برنامه اونو ببینه و با یه امضا همه چی رو خراب میکنه. 20 سال زحمت یک گروه و 20 سال علاقه یک ملت رو لای یک امضای مسخره محو میکنه. صابر ابر با اینکه 40 سال سن داره ولی هنوز ازدواج نکرده. اون در مورد اینکه چرا هنوز به کسی علاقمند نشده و با کسی زندگیش رو شروع نکرده میگه که خیلی براش مهمه که پارتنر مقابلش به دردش بخوره و حرف مشترک داشته باشن و بتونن با هم دیالوگ برقرار کنن. اون در این باره میگه: اصلا نمیتونم بگم که دارم نقشی رو بازی میکنم و مهم نیست که کی به کیه. برای من اجرای قوانین حرفه‌ای در شکل ایدئالش مهمه که بتونیم با هم گپ بزنیم. اصلا حرف زدن برام مهمه. به نظرم اولین قانون زندگی معاصر اینه که بتونیم با هم دیالوگ کنیم. وقتی نتونم با کسی حرف بزنم، شک ندارم که به درد هم نمیخوریم. صابر ابر در مورد سینما و اینکه تا کی قراره بازیگری رو انجام بده میگه: برام مهم نیست که در سینما از خواب بیدار بشم، برم سر پروژه‌ای و کیف کنم، و اگه روزی احساس کنم که صرفاً کار میکنم و لذت نمیبرم، قطعاً روز آخر کارم خواهد بود. صابر ابر توی سالهای فعالیتش توی ده‌ها فیلم و سریال مختلف حضور داشته، از جمله فیلم مسخره باز، روسی، خوک، حکایت دریا، میلیونر میامی، هتریک، تابستون داغ، ویلایی‌ها، قندون جهیزیه، نزدیکتر، رخ دیوانه، من دیگو مارادونا نیستم، دلم میخواد، خواب زده، قصه ها، همه چیز برای فروش، هیچ کجا هیچ کس، آسمان زرد، بوسیدن روی ماه، برف روی کاش ها، آقا یوسف، هیچ، درباره الی، سزن، دایره زنگی، مینای شهر خاموش، شاعر زباله ها و همینطور سریال شبکه نمایش خانگی قورباغه. اگه با آثار صابر ابر خاطره دارید، اسم فیلم مورد علاقتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید و نظرتون رو راجع به این بازیگر به همون بگید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.